سلام به برنامه زیربنا با من مرسل منصوری خوش آمدید. وزارت زراعت و مالداری و بخش سرمایه گذاری خصوصی به ارزش 3.5 میلیون دلار قرارداد بسته‌بندی کشمش و جلغوزه را به امضا رساندند. اعضای سکتور خصوصی میگویند که اگر بسته‌بندی فرآورده های داخلی در داخل افغانستان انجام شود، سود اقتصادی آن چند برابر خواهد بود. در این مورد گزارش آمده این نشر است. وزارت زراعت مالداری میگوید که تلاش می شود تا بسته‌بندی فرآورده های داخلی در داخل کشور صورت گیرد، که از همین رو این وزارت سرمایه گذاری مشترک با بخش سرمایه گذاری خصوصی را در این بخش آغاز کرده است. اعضای بخش سرمایه گذاری خصوصی میگویند که این اقدام وزارت زراعت و بانک انکشاف آسیایی زمینه رشد محصولات داخلی را فراهم می سازد. پروسه میوه ما را صاحب از 100 تا 0 رساندن صاحب. مطلق اعتبار جانیش از دست داده صاحب. حالا ما کوشش کردیم صاحب. به بسیار صاحب کشور کوشش بسیار زیاد داریم صاحب. ما به پروسه سا و خام روانده خارج تا چین تزی. کچیره که موگ دلتا دوی درهی فایده دی. یو موگ نه خام اخلی چینی اخلی. دویم پو چینی و پاس پروسس کوی. مسئولان وزارت زراعت مالداری میگویند که برای معیاری سازی فرآورده های داخلی با بخش سرمایه گذاری خصوصی سرمایه گذاری مشترک انجام میدهند. از مخبل تجربه برداشت میدهم سو میاست که سی وزارت که ایمه دغه ماچنګ ګراند سی ورته وایي سی تقریبا 50% سرمایه گذار په خپل پیسې کوي، سرمایه گذاری کوي او 50% زمونږ یو د دې پروژو د نور سره کومک کوي. دا یو ډیر قوي مشوق دی. از سوی دیگر آگاهان اقتصادی میگویند که از روند سرمایه گذاری در بخش بسته بندی فرآورده های داخلی باید نظارت صورت گیرد تا جلو فساد این روند گرفته شود. شما ببینین امروز سکتور زراعت ما تا هنوز به شکل سنتی و کلاسیک به پیش میره و به طور مدرنیزه و یا زراعت تجارتی ما نداریم. ناشی از این بوده که بودیجه ها و کمک ها از جانب متولیان به طور درست نبوده. آگاهان اقتصادی میگویند که باید جلو سرپیچی از این گونه قراردادها گرفته شود تا تطبیق درست آن سبب انکشاف روند بسته‌بندی محصولات داخلی گردد. برای بحث بیشتر در مورد آقای اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری و مالداری با ما هستند و همچنان آقای حاجی خیرالدین مایل معاون اتاق تجارت و صنایع با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین به بحث امروز برنامه زیربنا. در نخست میخوایم آقای رستمی از شما سوالی داشته باشم در این مورد که میشه در مورد قراردادی که با سرمایه گذاران خصوصی بسته شده به خاطر پروسس و یا هم بسته بندی فرآورده هایی که کشمش و جلغوزه بیشتر بر ما بگوین. به نام یاد خدا با سلام خدمت شما و مهمان برنامه. خوشبختانه به سلسله برنامه ها و فعالیت های وزارت زراعت در قسمت احداث فابریکا و حمایت از سکتور خصوصی روز گذشته دو تفاهم‌نامه بین وزارت زراعت و دو شرکت زراعتی به امضا رسید که به تأسیس از این قرار است یک فابریکه پروسس کشمش و یک فابریکه پروسس جلغوزه در ولایت های کابل و خوست احداث شود. این فابریکا میتواند در قسمت پروسس کشمش و جلغوزه مؤثریت بیشتر داشته باشد و زمینه را برای پروسس معیاری تولیدات داخلی به خصوص جلغوزه و کشمش در داخل کشور مساعد بسازد و در این حال باعث شود که صادرات ما در خصوصا در بخش جلغوزه و پسته بیشتر شود. ارزش مجموعی دو قرارداد بیشتر از 3.6 میلیون دلار آمریکایی است. حدود 50% از این توسط وزارت زراعت به شکل بلاعوض پرداخت میشه که کمک فوق العاده مهم برای حمایت از کسایی است که در این بخش سرمایه گذاری میکنند. بله، تشکر از شما. آقای مایل، میخوایم از شما بپرسم که نظرتان در مورد این گونه قراردادها چه است؟ چقدر باعث رشد اقتصادی کشور خواهد شد؟ سلام خدمت شما و میمونان عزیزتان و همچنان بیننده های محترم. از آنجایی که دولت جمهوری افغانستان و وزارت محترم زراعت تصمیم گرفته که در رابطه با حمایت سرمایه گذاری هایی که بالخصوص در بخش پروسس و بسته‌بندی ها هست، یک حرکت بسیار
خوب است و یک حرکت نیک است و یک حمایتی هست که نه تنها دو بخش حمایت کرده بلکه که میتونیم که صادرات افغانستان حمایت کرده. این حمایت باعث میشه که رشد صادرات ما یعنی چند برابر بالاتر هست که میچوا و صادرات ما بسته‌بندی در صورتی که خوب بسته‌بندی به شکل منظم شود و در اون مارکتی که با یک بسته‌بندی خوب میره و یقین که او مشتری خوب میداشته باشه و از عمر خوب به او میداشته باشه و علاقه‌مندی خریدارا میباشه. از اون لحاظ ما در قسمت بسته‌بندی و پروسس مشکلات خود در سطح افغانستان داشتیم. امیدوار هستیم با این که دولت تصمیم گرفته که حمایت بکنه پروسس و سرمایه گذاری و سایر صادرات ما را، ما متأکید هستیم که تاجرای افغانستان، سرمایه گذارای افغانستان، فابریکه‌دارای افغانستان هم زمانی که از طرف دولت حمایت شوند، زمانی که از طرف دولت اونا برشان شرایط ها مساعد شود و یقین در قسمت کارشان اونا توجه میکنند، پروسسشان و پیکنکاریشان به شکل بهتر و خوبتر و میاری بسازند تا زبطا باشه که ما یک صادرکننده افغانستان یک صادرکننده خوب باشه و در اکثر مارکت ها کالاهای صادراتی ما از جایگاه خوب برخوردار شود و مشتری های بسیار خوب داشته باشه که در این راست و از توجه دولت و شخص رئیس جمهور و وزیر محترم زراعت سپاسگزار هستیم و ما پیشکش میکنیم که نه تنها این دو بخشی را که فعلا حمایت شدین بخشای دیگه ما را هم حمایت بکنن تا باشه ما بتانیم که در بخش صادرات ما و در بخش بسته‌بندی ما و در سایر بخشای تولیدی ما خودکفا شویم و ضرورات خود افغانستان هم بتانیم به وجه احسن تولید بکنیم و داشته‌های خود افغانستان هم بتانیم به وجه احسنش صادر کنیم و در کشورهایی که در اون مارکتش ما جای داریم. بله تشکر. آقای رستمی، کدام نوع فراورده های زراعتی افغانستان در داخل خود افغانستان بسته‌بندی میشه و پروسس میشه و به دیگر کشورها خارج صادر میشه؟ گذشته یک تغییر کلان ایجاد شده به خصوص سکتور خصوصی در این راستا سرمایه‌گذاری بسیار کلان را انجام داده، ولی هنوز هم یک چالش کلان در سکتور زراعت در قسمت کمبود فابریکای پروسس و بسته‌بندی است که به شکل معیاری پروسس ما تقویت شود و زمینه بر صادرات بیشتر مساعد شود. خوشبختانه در این راستا چیزی که مایل صاحب اشاره کردن، وزارت زراعت آبیاری و مالداری یک تعداد پروژه ای داره که روی تقویت زنجیره های ارزشی کار میکنه، از تولید آغاز الا زمینه سازی برای پروسس و بسته‌بندی فعالیت های خود آغاز کرده، از جمله پروژه زنجیره ارزش باغداری که توسط بانک انکشاف آسیایی حمایت مالی و تخنیکی میشه. ما در دو سال گذشته روی احداث باغهای متراکم، باغهای تجارتی و خصوصا سال گذشته روی یک تعداد زربناهای کوچک که بتانه زمینه را بر افزایش تولید و نگهداری تولید مساعد بکنه کار کردیم. امسال مشخصا این پروژه روی حمایت از سکتور خصوصی کار میکنه، فابریکای در بخشای مختلف ای تنها به جلغوزه و کشمش پایان پیدا نمیکنه، مثل که یک ماه قبل هم کار ساخت دو فابریکای کشمش آغاز شد و این هم توسط وزارت زراعت حمایت مالی و تخنیکی میشن. قرار است در هفته های آینده یک تعداد فابریکای بسیار کلان در قسمت آلوبخارا و ناب می پیمانه، فابریکای تولید چپس که بتانه کچولوی داخلی ما در اینجا پروسس شود و چپس تبدیل شود و به می شکل سایر فابریکایی که زمین ساز می شود برای تقویت تولیدات داخلی، تقویت زنجیره ارزش داخلی ما توسط وزارت زراعت برنامه است که در سال جاری تعداد از فابریکا پروسس شود و انتظار ما سکتور خصوصی سرمایه‌گذارا و تجارای ما همی است که در بخش زراعت و مالداری فرصتی فوق‌العاده در افغانستان موجود است. به هر اندازه ای که روی فابریکای پروسس سرمایه‌گذاری شود به همان اندازه میتونه مؤثریت داشته باشه. یک بخش زیادی از صادرات سالانه افغانستان محصولات زراعتی تشکیل میده، بازار خوب تا حدی در کشور منطقه بر تولیدات موجود داره. بنابراین به هر اندازه ای که سرمایه گذاری بیشتر روی مراکز پروسس و فابریکای پروسس شود به همان اندازه نیاز است.
بله تشکر. آقای مایل، آیا شما ارزیابی هایتون چرا نشان میده که چند فیصد یا کدام نوع فراورده های خشک و یا هم تازه در داخل افغانستان پروسس و بسته‌بندی میشه برای صادرات؟ شما چه معلوماتی دارین در این مورد؟ همونطوری که دوست ما گفتن، نه تنها کشمش و یا جلغوزه، ما اکثر چیزهای دیگه هم داریم، به خصوص از میوه‌های خشک. اونا نیاز به پروسس و نیاز به بسته‌بندی معیاری دارن. میتونیم بگوییم که بادام یکی از میوه‌های بسیار خوب ما که جایگاه خود در مارکت ها داره و به همون شکل جلغوزه و کشمش هم نه تنها یک نوع کشمش، بلکه میتونیم بگوییم که در افغانستان چندین نوع کشمش داریم و به این شکل چیزهای دیگه هم ما داریم که او صادرات خوش وقتانه در این اواخر سکتور خصوصی افغانستان آفریقایی را ایجاد کردیم که میتونیم بگوییم میوه خوش که ما به آمریکا و اروپا صادر میکنیم. همین اکنون فابریکه در مزار شریف وجود داره که میوه خوش که بود و همسالی ایره و اروپا صادر میکنه و در اونجا برای خود مارکت بسیار خوب پیدا کرده. چی بهتر وقتی که دولت حمایت بکنه و دولت این سپورت بکنه، این دیگه هم تقویت میشه و ما میتونیم که جایگاه خوبی را در صادرات ایجاد بکنیم. ما متیقین هستیم تاجرای افغانستان، سرمایه گذارای افغانستان و فابریکه‌دارای افغانستان لله الحمد حال از تجارب خوب برخوردار هستند، به خاطر از این که حال ما با دنیا آشنا هستیم و دنیا را میبینیم که با کدام طرف حرکت میکنه و او تجارب ما هم پیدا کردیم. فقط چیزی که کمی ماه وقت نگه کرده و او جنگ و ناامنی و بدامنی هست و اگر نه ما امروز میتونیم بگویم که تاجر افغانستان، سرمایه گذار افغانستان چی از دیدگاه فنش و چی هم از دیدگاه تجاربش و چی هم از دیدگاه جایگاهش کمی نداریم، میتونیم بکنیم. فقط چیزی کمی که باعث کندی کار شده او ناامنی هست و یا او بدامنی هست و یا او مشکلات هایی که ما داریم در صدراه سکتور خصوصی ما در افغانستان. ولی خوشبختانه هم دولت متوجه سکتور خصوصی هست و هم مردم عزیز ما میداند تا زمانی که سکتور خصوصی افغانستان سر پای خود استاد نشه در تمام امورات، در تمام بخش‌ها، تا زمانی که سکتور خصوصی افغانستان از طرف ملت و مردم حمایت نشه، تولیدات خود داخلی ما را مردم ما استفاده نکنن، سکتورشان حمایت نکنن، تا او زمان من فکر میکنم که هنوز هم بچه های ما، جوان های ما و نیروی بسیار کاری و هرسش ما هاواره و روان کشورهای دیگی خواد به خاطر کار شدن. اما هر زمانی که مردم افغانستان حمایت کرد تولیدات افغانی را، مردم افغانستان حمایت کرد سکتور خصوصی شد و دولت افغانستان هم همونطوری که متوجه این سکتور است بیشتر توجه بکنه، ما متیقین هستم که در قدم اول یعنی فرار سرمایه جلوگیری میشه از فرار سرمایه و در قدم دوم هم از فرار نیروی بسیار مجرب کاری و جوانای توانمند ما. ما خیلی هم متاثر هستیم، جوانای ما در حالی که توانمند هستن، یعنی توانایی کار دارن نسبت مشکلات بیکاری بر کشورهای همسایه و بر کشورهای دیگه میرن، ولی زمانی بر افغانستان پس برمیگردن که با دو وقت یک تعدادش بار دوش افغانستان می باشد. از این لحاظ متوقع می کنیم از آدرس سکتور خصوصی افغانستان، هم از دولت تقاضا می کنیم و هم از ملت شریف افغانستان تقاضا می کنیم که سکتور تان حمایت کنیم، سکتور تجارت از تولیدات وطنی استفاده بکنیم و نگذاریم که سرمایه ملی ما خدای نخواسته فرار کنه، شرایط برش مساعد بسازیم که ایجاد کار بکنیم تا باشه که جوانای افغانستان مصروف کار بسازیم. بله آقای رستمی، چرا تا کنون هم با چالش کمبود شرکت برای بسته‌بندی اون هم با معیارهای همه جانبه روبرو هستیم؟ البته تغییرات زیاد آمده. همی که سالانه میزان صادرات محصولات زراعتی نسبت به هر سال گذشته بیشتر میشن، نشان دهنده تغییر در قسمت پروسس و بسته‌بندی است. همی که در فابریکای در نمایشگاه معتبر بین‌المللی
شرکت های زراعتی داخلی اشتراک میکنه و به میلیون ها دلار قرارداد با کمپانی ها و تاجرهای خارجی به امضا میرسد، تغییر را نشان میده. من بیشتر عرض کردم که نیاز به سرمایه گذارهای بیشتر است که در این راستا سکتور خصوصی میتونه بیش از حکومت تاثیر گذار باشه. وزارت زراعت در قسمت زمینه سازی بر افزایش تولید و بالاخره خودکفایی در بخش محصولات زراعتی پروژه و برنامه خود را تطبیق میکنه، ولی به شکلی هم در بخش های پروسس و بسته‌بندی هم در چند سال گذشته دخیل بوده، سرمایه گذاری های صورت گرفته. از جمله امسال من اشاره قبلا هم اشاره کردم، گفتم که یک تعداد سرمایه گذارهای ما که روی پروسس و بسته‌بندی فابریک های کلان حتی با آقای تجارتی سرمایه گذاری کردن، وزارت زراعت به این راستا همکاری مالی و تکنیکی کردن. من فکر میکنم که تغییر در ولایت های مختلف در این راستا ایجاد شده، ولی با توجه به اینکه سالانه میزان تولید محصولات زراعتی فوق العاده افزایش پیدا میکنه، در بخش های مختلف خصوصا در قسمت تولید تغییرات چشمگیری آمده، نیاز است که در بخش های پروسس و بسته‌بندی هم بیشتر سرمایه گذاری صورت بگیره. آقای مایل اشاره کردن سرمایه گذارهای ما خوشبختانه علاقمندی هم داره، در یک تعداد از ولایات تغییرات بسیار چشمگیری ایجاد شده. به شکل کمپلکس هم ما در کابل، ننگرهار، قندار، هلمند، هرات، بلخ و یک تعداد ولایت های دیگه داریم که تاجرای ما کمپلکس ها را در سکتور زراعت ایجاد کرده و در بخش های مختلف محصولات زراعتی ما پروسس میشه. خوشبختانه من بازم تاکید میکنم برنامه هایی که در این راستا وجود داره، هم در بخش تولید، هم در بخش تقویت محصولات زراعتی و هم در بخش پروسس و بسته‌بندی، میتونه در سالهای آینده یک تغییر کلانتر را ایجاد بکنه و سال به سال زمینه را بر افزایش محصولات زراعتی ما به خصوص صادراتش به کشورهای مختلف مساعد بسازه. بله، تشکر. آقای مایل، چقدر سکتور خصوصی همکاری داره یا میخواه اگه سرمایه گذاری بکنه بالای از اینکه شرکت‌ها یا مرکز‌های بسته‌بندی را در این عرصه ایجاد بکنه؟ با تایید از نظریات جناب رستمی صاحب، با یقین که کار صورت گرفته از طرف وزارت محترم زراعت در اکثر ولایت‌ها و بالخصوص در شمال افغانستان، کمپلکس ها و در بخش باغداری ها و در اینا کاملا کار صورت گرفته. ولی از این که افغانستان میتونیم بگیم یک افغانستان ویران شده بوده و مشکل است که به یک دمی ای حال شود، و خوبیش دیگه این هست که آن هم تاجر آماده هست برای سرمایه گذاری و هم دولت آماده هست که حمایتش کنه. فقط چیزی که در این بین تاجر و بین دولت هنوز هم کمی مشکل و یا فاصله هست و مسئله امنیت هست. من یقین هستم که انشاءالله با آمدن صلح و امنیت، من فکر میکنم افغانستان به کمترین وقت و به زودترین وقت این خودکفا میشه و تمام داشته هایی را که ما در افغانستان داریم روی از روی انشاءالله کار میشه. ولی باز هم ما از سکتور خصوصی افغانستان همیشه تقاضا کردیم و تقاضا میکنیم از اطلس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که افغانستان بستر خوب سرمایه گذاری هست، با وجود همه مشکلاتش بیم سرمایه گذاری بکنیم و سرمایه تاجرهای ما هم علاقه مندی دارن که ما در این راستا از حرکت های دولت و وزارت زراعت یعنی موقعیت سپاسگزار هستیم که حرکت های بسیار خوبی کردیم. همین دو شرکت و یا کمپانی را که آن دولت حمایت کرده و یقین یکی از کمپانی های بسیار سابقه دار هستن و یکی از شرکت های با تجارب هستن، با تجربه دارن در راستای کار، ما متعقین هستیم که اینا در قسمت پروسس و بسته‌بندی توجه جدی می کنن و یک بار دیگه هم نشان می دن که در افغانستان ما میتونیم که خودکفایی را پیش روی بگیریم و خودکفا شیم. بله آقای رستمی، در حال حاضر چند مرکز بسته‌بندی و پروسس برای فراورده های زراعتی و چقدر هم برای فراورده های میوه تازه وجود داره؟ با صدها مرکز پروسس در بخش محصولات زراعتی و به خصوص میوه های تازه موجود است. البته سرمایه‌گذاری بیشتر در چند سال گذشته توسط سکتور خصوصی صورت گرفته، آمارا نزد ادارات مسئول بدون شک موجود است، ولی من میخوام عرض بکنم که
وزارت زراعت هم فرقانه در سال جاری و سال آینده یک تعداد برنامه ها و پروژه های روی دست گرفته که مطلق با سکتور خصوصی کار میکنن و این میتونه یک تحول، آن چیزی که مایل صاحب گفت، یک تحول کلان ایجاد بکنه. در گذشته هم در سکتور مرغداری سرمایه گذاری بسیار کلان مشترک حکومت و سکتور خصوصی صورت گرفته که ما به ایجای رسیدیم. یک از سکتورهایی که افغانستان به خودکفایی نزدیک است سکتور مرغداری است که حدود 80% نیازهای داخلی ما از طریق تولیدات داخلی تامین میشه. دلیل عمده و اساسی این بوده که بیشترین فرم‌های بزرگ تجارتی با حمایت‌های مالی و تکنیکی وزارت زراعت و سرمایه‌گذاری ما ایجاد شده. ما که 9000 بالای 9600 فرم‌های تجارتی داریم، یک بخش زیادی از این فرم‌ها توسط وزارت زراعت حمایت‌های مالی و تکنیکی شده و یک آغاز خوبی در راستا بوده و این راه تداوم داشته و فعلا هم ادامه داره. به همین پیمانه فعلا که کار روی فابریکای پروسس کشمش، بادام، جلغوزه و در این زمان پسته قرار است روی اوناب، آلو بخارا و سایر تولیدات بسیار مهم و استراتژیک افغانستان صورت بگیره با هم با سرمایه گذاری مشترک وزارت زراعت و سکتور خصوصی که البته کمک های بلای وست بوده تا فعلا ایمیتانه بدون شک در یک سال یا دو سال آینده یک تحول کلان در این سکتور ایجاد بکنه. آمار مشخص ما در این راستا ندارم که به چی تعداد فابریکا وجود داره، ولی ما که در کابل و ولایت های بزرگ کشور شاهد هستیم، خصوصا مایل به قول مایل صاحب در شمال کشور ولایت بلخ و به این پیمانه در جنوب و غرب کشور ولایت های قندار و هرات، ما اگر مبالغه نشه به هزاران فابریکا های پروسس در بخش های مختلف داریم که فعلا فعال است و این فابریکا است که محصولات زراعتی ما را به چرخش در میاره. حدود یک ماه قبل ما فراموش نکنم یک چند خط پروسس میوه های خشک و مراکز پروسس میوه های خشک در هرات به بهره برداری سپرده شد که اینا هم توسط سرمایه گذاری حکومت افغانستان و سکتور خصوصی به شکل مشترک بود. از جمله یک فابریکه، یک مرکز پروسس زعفران، یک مرکز پروسس پسته و به همین پیمانه بادام و یک تعداد از تولیدات مهم دیگر در هرات تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت. به همین پیمانه در ننگرهار هم یکی دو فابریکه مورد بهره برداری قرار گرفت. انشاءالله در سال پیشرو توسط پروژه زنجیره ارزش باغداری برنامه‌هایی که تطبیق میشه مسئولیت زیر ما در یک سال آینده یعنی با تکمیل و تطبیق از این پروژه شاید بریم. بله تشکر. آقای مایل میخوام از شما بپرسم که شما چه فکر میکنید که میزان پروسس و بسته‌بندی که در افغانستان وجود داره نسبت به فراورده هایی که صادر میشه به خارج از کشور چقدر برابر با ظرفیت تولیدی افغانستان هست؟ اگر شرایط مساعد بوده باشه ظرفیت تولید ما بالا هست، ولی نظر به بعضی مشکلات ها ما صادرات ما نظر به امکانات افغانستان کم است، ولی علاقمند به این هستیم و تلاش حرفی هست که ما بتانیم ظرفیت صادرات ما را بالا ببریم. و شما شاهد هستیم که چند قبل حمایت دولت و وزارت تجارت بود که در راستای خط هوایی که ما تانستیم از طریق خط هوایی مارکت های خوب پیدا بکنیم، در او هم اصلا همو کمک دولت بود که با سکتور خصوصی کرد تانستیم ما پیداوار افغانستان از طریق خط هوایی و کشور ها ببریم و در اونجا در مارکت ها و در بازار ها جایگاه خود پیدا بکنه که پیدا کرد جایگاه خود. اگر احیانا دوباره دولت خط هوایی را فعال بسازه و بتانند که خط هوایی یک بار دیگه هم صادرات افغانستان با کشورهایی که ما در اونجا مارکت داریم، ما فکر میکنم این خودش در تقویت صادرات ما میافزاید. شما شاهد هستیم که در سالهای قبل ما جلغوزه را آنچنانی مارکتش نداشتیم، ولی یه تلاش دولت و خط ایجاد خط هوایی بود که جلغوزه را به دنیا شناختان و جلغوزه را امروز ما میتونیم بگیم یک میوه قیمت بایی و خوب صادرات ما داریم. به همون شکل بادامی که در افغانستان داریم و سایر میوه هایی که در افغانستان داریم، اینا کلش امیدوار هستیم که همین حمایت هایی که در تحقیق صورت گرفته این حمایت ها باعث رشد شوه و این حمایت ها باعث تقویت شوه و همچنان باز هم از سکتور خصوصی میخواییم که در این راستا دست با حق داده بتانیم که ما این سکتورهای صادرات خود
تقویت کنیم و صادرات بهتر، خوبتر، با کوالتی و کیفیت خوب داشته باشیم. و همچنان در قسمت تولیدان هم از تمام تولید کننده ها همیشه سکتور خصوص از آدرس سکتور خصوصی افغانستان یعنی اتاق تجارت و سرمایه گذاری تقاضا داریم که در قسمت تولیدات توجه بکنن، با کیفیت خوب تولید بکنن، با کیفیت عالی تولید بکنن تا باشه در مارکت های خود افغانستان و ما همون نیازمندی های خود ما را یعنی جلب توجه مستهلکین شود و مستهلکین با ای علاقه من شود. و فراموش نمی کنیم که در بخش رشد سکتور خصوصی افغانستان ما امسال و یا فعلا نسبت به گذشته لیلال هم خیلی ها دستبالا داریم. بخاطر از این اگر در گذشته ها یک مرز خیلی بسته می شد و دلائلی بله. ما چیزایی در بود که نمی داشتیم ولی خوشبختانه بسته شدن یک مرز و دو مرز سر مارکت افغانستان این تاثیر نداره. ممنون آقای رستمی و آقای مایل که در این بحث با ما بودین. موفق باشین. خدا و نگهدارتون. و این هم چگونگی نرخ ارزها در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. و این هم بهای طلا. با پایان برنامه زیربنا رسیدیم. ممنون از همراهیتان. خدا و نگهدارتان.